فردا هم عکس من بی معرفت رو میزنم و باز هم یه عده میان، باز یه عده میگن چرا در نبود اینا حرف میزنیم. و وقتی میخوایم یه سی هم بگیم تو تلویزیون یه آقای من زنگ زد، داشت از آقای کهندل میگفت. گفتم تو که میگفتی آقای کهندل خیلی خوبه، پس چرا این حرفا رو میزنی؟ گفت میترسم این حرفا رو بزنم بگن داره ازش پول میگیره. و باور کنید محمود غزنوی که شبش با جمله با سمور گذشت، فقیر گوشه نشینی لب تنور خزید، لب تنور بران بی نوای اور گذشت. علی الصباح ندا داد چی ایا محمود، لب تنور گذشت. و بابا به خودمون بیایم، لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. من دست همون به سینه میذارم برای حضورتون، برای بودنتون. و از خانواده آقای کهندل خیلی زیاد تشکر میکنم برای همه کارا، تدفین، تحصیل و پیکر مطهرین بزرگوار و بچه های خوبی که محبت کردن، همه از همه تون که در آرامگاه بسیار خوب و نازنین نامورانی که من با چه عشقی اونجا رو درخواست کردم که دیگر دوستان هم مثل آقای رضوان و آقای امیر واعظ آشتیانی اینا گرفتن که ما جایگاهی داشته باشیم. اجازه میدید حریف آقای حیدری و حریف دیگر دوستان من اینجا بگم امروز شب سالشونه که محمد مشهدی اسماعیل براش هفت آینده یاد بود گرفتم یاد کنیم. ابی نداره، امروز مال کهندله، فردا کسی دیگه، ولی ابی نداره هممون از کشتی یاد کنیم. و امروز روز سالمرگ محمد اسدی، این غریب پیشیله پیله، خیلی کار بلده، خیلی کار مجانی کنه، منتها به یک دلیل خیلی غریبانه رفت و حالا هم ابی نداره ما ازش یاد کنیم. که امروز هم به خاطر اون مرد، به خاطر آقای کهنده یک درخواست دارم، به خاطر که هممون بگیم به مردان خستگی ناپذیر مملکتمون احترام میذاریم، بگیم به دانش حشمت الله کهندل، به کسانی که دست پرورده. من ناصر اسماعیلی رو میبینم اینجا که از شاگردان بسیار خوبی بود که من دیدم آقای کهندل همیشه راجع به ایشون حرفای قشنگ. دید آقای کهندل بسیار خوب بود. عرضم تمام، ببخشید خیلی حرف زدم، شما من وادار به حرف کردی چون مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. درخواستم این است، ای براتون مقدوری، میدونم خیلیاتون روزه اید، خیلیاتون مثل من فقط دهنمون بسته است. یکی اومد دیدی آقای داره غذا میخوره، گفت ای تو روزه خوری پیر من؟ گفت نه من روزه ام. گفت ای داری میخوری؟ دروغ گو. گفت من گوشم هم روزه است، چشم هم روزه است، نگاه هم روزه است. آیا تو هم چشم گوشت روزه است؟ من میخورم ولی همه جام روزه است و خدا رو مواظبت میکنم. گفت نه غلط کردم، ما روزه نیستیم و تو روزه ای. اونهایی که خسته نیستن، اونهایی که به احترام به پیش ستا میذارن، درخواست میکنم تا هست آتش برم بالا همه رو درخواست کنم به احترام حشمت الله کهندل یک دقیقه سکوت و به پا خیزیم و به احترام حشمت الله کهندل با ذکر یک صلوات بلند. برای شادی روح مرد بزرگ کشتی فرنگیمون، مرد افتخار بیبدیل مملکتمون آقای کهندل، عنایت کنید با ذکر یک صلوات بلند. تشکر از جناب حاج محمد رضای طالقانی که با بیاناتشون عزیزان رو بهره‌مند نمودند. دقت بفرمایید عزیزان، فردا روز چهارشنبه یکم خرداد ماه از ساعت 16:00 مراسمی جهت بزرگداشت مقام جناب حشمت الله کهندل پدر کشتی فرنگی ایران از طرف مجموعه ورزشی استقلال جنوب مؤسسه همیاران رشد نازی آباد برگزار میشه. ساعت 16:00 بعد از ظهر مجموعه ورزشی استقلال جنوب که انشاءالله شرکت بفرمایید، بهرمند خواهیم شد از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت حاج آقای نادعلی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مجلس و محفلی که در اون شرف حضور داریم، همونطور که همه مستحضر هستید به مناسبت سومین روز از درگذشت مرحوم مغفور شادروان جهان پهلوان استاد حشمت الله کهندل، این استاد به نام کشتی کشورمون برگزار و منعقد هست. این جانب از طرف خودم به نمایندگی از شما بزرگواران ورزشکاران عزیز علاقمندان به اون مرحوم، این ضایعه و مصیبت رو خدمت خانواده های معزا مصیبت دیده و داغدار، خصوصا همسر محترمشون، فرزندانشون جناب آقای علی رضا، حمید رضا و محمد رضا کهندل، دختر بزرگوارشون، دامادشون جناب آقای امیر فلاحدار، سایر عزیزان، دوستان و آشنایان عرض تسلیت و تعزیت دارم. انشالله در روز میلاد آقای امام مجتبی کریم اهل بیت خداوند متعال روح اون مرحوم رو میهمان سفره پرکرامت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بدهد، به بازماندگانش صبر و اجر عنایت بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تا مجلس آرامش خودش رو به دست بیاره، من یک مسئله شرعی خدمتون عرض بکنم. اگر از من و شما در خصوص نمازهای واجب سوال بپرسن که خداوند متعال چه نمازهایی رو بر من مسلمان تکلیف کرده، اول از همه نمازهای یومیه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا به ذهن هممون خطور میکنه، الحمدلله اهل نماز هستن همه. دومین نماز از نمازهای واجب رو کسانی که مشرف شدید به خانه خدا میدونید، بعد از عمل طواف دو رکعت نماز طواف جز نمازهای واجب هست. و کسی که طواف رو به جا آورده پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز طواف باید بخونه به عنوان نماز واجب. در حوادث و وقایع طبیعی، زمانی که خداوند متعال اون قادر علل اطلاق قدرت نمایی میکنه در طبیعت، همه رو مقهور خودش قرار میده، در جریاناتی مثل زلزله، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نمازی با عنوان نماز آیات جز نمازهای واجب. گاهی اوقات ما نذر میکنیم، نذر همیشه متعلقش مادی نیست، پول نیست، غذا نیست، اطعام نیست. گاهی اوقات نذر نمازه، اگر فلان حاجت برآورده شد نماز امام مجتبی علیه السلام، نماز از زهرا، نماز امام زمان. پس نماز نذر هم چهارمین نماز از نمازهای واجب. اما در این جلسات یه نماز واجب رو باید تذکر بدیم. خیلی هامون شاید متعلق این تکلیف قرار گرفتیم، یادمون نیست. اگر پدر یا مادری رو از دست دادیم، هر کسی پدر و مادر داره، خدا براش حفظ بکنه، ان شاء الله خداوند متعال روح اونهایی که از دنیا رفتن پدر و مادرهاشون رو غریق رحمت خودش قرار بدهد. اگر پدر یا مادری از دنیا رفت، فرزندان یقین دارن که اون نماز قضا داشته، پدرشون نماز قضا داشته، مادر نماز قضا داشته. نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگ خانواده واجبه، همونطور که نمازهای قضای خودش رو باید به جا بیاره، نماز قضای پدر و مادر هم بر او واجب هست. در این مسئله چند فرض رو من خدمتتون عرض بکنم، شاید بعضیا سوال در ذهنشون ایجاد بشه. سوال اول این هست، اگر برادر بزرگ یک خانواده، پسر بزرگ خانواده، برادر بزرگ ما، قبل از اینکه پدر و مادر از دنیا برن، او از دنیا رفته، او فرزند ارشد بوده، او پسر ارشد بوده، قبل از پدر و مادر خودش دار فانی رو وداع گفته، حالا اینکه پدر و مادر از دنیا میرند، اگر یقین داریم نماز قضا داشتند، این نماز قضا بر عهده چه کسی است؟ در جواب فرمودن بزرگترین پسری که در قید حیات هست بر او واجب میشه، لازم نیست او پسر ارشد باشه،
میتونه پسر دوم یا سوم خانواده باشه. سوال دوم، آیا تفاوتی بین نماز قضای عمدی و نماز قضای سهوی وجود داره؟ یعنی چی؟ گاهی اوقات من و شما خواب میمونیم، شب دیر هنگام خوابیدیم، صبح خواب میمونیم، نمازمون قضا میشه، این میشه نماز قضای سهوی، عمدی من نداشتم، در اثر کثرت فعالیت ها فراموش هم شده نماز ظهر است یا مغرب و عشا بخونم، این میشه نماز قضای سهوی. اما گاهی اوقات افرادی هستن عمدن نماز نمیخونند، کاهل نمازه، ماه مبارک رمضان که میشه خب الحمدلله نمازش میخونه، دهه اول محرم مسجد میره نمازش میخونه، هیئت میره، اما بقیه سال یکی در میونه، شاید اصلا بیشتر، خیلی اوقات فراموش میکنه نماز باید بخونه، نمیخونه عمدن، نه اینکه فراموشی به اون معنا. تکلیف اینها چی میشه؟ آیا تفاوتی بین اینها هست؟ مراجع تقلید میفرمایند در واجب شدن نماز قضا بر پسر بزرگ خانواده تفاوتی بین اینکه سهوی بوده یا عمدی وجود نداره، عمدن قضا شده باشه یا سهوًا بر پسر بزرگ لازمه. سوال سوم، اگر خانواده پدر یا مادر رو از دست داد در حالی که فرزند پسر نداره، فقط خداوند متعال به این خانواده دختر عنایت کرده، یا کسایی که اصلا بچه دار نشدند، به حق امام مجتبی علیه السلام انشاءالله خداوند متعال اونایی که بچه دار نشدند آرزوی فرزند دارن، خداوند متعال به همشون عنایت بگرداند، اگر کسی از دنیا رفت در حالی که فرزند نداره، اصلا ازدواج نکرده گاهی اوقات که منجر به فرزند، اما نماز قضا داره، این نمازهای قضا آیا بر سایر از بستگان، سایر وراث واجب میشه؟ این بر دختران، بر خواهر و برادر، بر پدر و مادر، بر همسر، اونها هم جز وراثن، الان این پسر نداره، همسر که داره، خواهر و برادر که داره، آیا بر اونها واجب میشه؟ میفرمایند خیر، این مسئله فقط بر اولاد ذکور، بر پسرها واجب و لازم هست. البته اگر عزیزی را از دست دادیم که پسر نداشت، حالا دخترانش یا باقی وراث، مستحب هست حتی شده با هزینه کردن از اموال خود اون بیان نماز قضاهاش رو از طرفش به جا بیارن، اما این مسئله واجب نیست. انشاءالله خداوند متعال ما رو عالم و عامل و احکام دین شریعتش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند متعال قرآن رو به عنوان کتاب هدایت بر ما نازل کرد، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در جای مختلف این بیان آمده، در جای دیگه میفرماید هازا بیان للناس، این کتاب آمده بیان کننده راه سعادت بشر باشه. خب در این قرآن خداوند متعال بیشترین تأکیدش رو چه مسائلی بوده؟ آیا بر نماز، بر روزه، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، حجاب، نگاه حرام، غیبت، کدوم یکی از اینها بیشتر مورد تأکید خدا بوده؟ نماز با وجود این که ستون و رکن دین هست، در قرآن وقتی شما نگاه میکنید کلن 98 آیه بیشتر از آیات قرآن رو به خودش اختصاص نداده، قرآن نزدیک به 6300 آیه داره، 98 دا در خصوص نماز. مسئله مثل حجاب در قرآن کلن 4 آیه داریم، 4 آیه در قرآن. نگاه حرام 2 آیه. غیبت چقدر به ما تأکید میکنه آقا مواظب باش غیبت نکنید، در قرآن چند آیه در موردش صحبت شده؟ 1 آیه. حج با اون عظمت 2 آیه. مجموع فروع دینی که در قرآن خداوند متعال بهشون اشاره کرده 636 آیه است. بقیه قرآن پس چی میگه؟ این 6000 آیه باقی مونده در مورد چی صحبت میکنه خداوند متعال؟ 3 موضوع اصلی که اگر این 3 موضوع در جامعه اسلامی ما نهادینه بشه، تمام خیرات، تمام خوبی ها، تمام زیبایی ها در اون جامعه نمود و بروز و ظهور پیدا میکنه. اون 3 تا چیه؟ 1 خداشناسی، اوصاف و صفات خداوند متعال، اسماء الله، صفات خدا، آقا رزاق این خدا، حکیم این خدا، عالم این خدا، قادر این خدا، غفور این خدا،
نزدیک به 2000 آیه در خصوص اسماء و صفات خدا آمده. موضوع دوم بحث مرگ و معاد. صفحه ای از این مصحف شریف رو نمیتونید باز بکنید بگید در خصوص مرگ و معاد خداوند متعال تو این صفحه آیه نداره. ما سوره ای که هر روز هممون قرائت میکنیم، حداقل 10 مرتبه در روز بر زبانمون جاری میکنیم، سوره مبارکه حمد آیه 4 چی رو مطرح میکنه؟ مالک یوم الدین. در روز قیامت تمام مالکیت ها منتفی است، همه قدرت ها و منم ها تمام، مالک علی الاطلاق خداست. سومین موضوعی که در قرآن خیلی در موردش صحبت شده، آیات متعدد آمده، بحث داستان انبیاست، نبوت و ولایت. هر کسی اهل دیانت و انسانیت و اخلاق هست بر اساس دین مبین اسلام، شما وقتی نگاه میکنید به واسطه یکی این سه مسئله هاست که خدا پرستی میکنه، عبادت میکنه، اطاعت میکنه، نافرمانی نمیکنه. میگه آقا برای چی در روزهای گرم تابستان، روزهای طولانی داری روزه میگیری؟ از این سه حال خارج نیست. یک، به خاطر خدا، چون خدا را اهل و لایق عبادت دیدم. امیرالمؤمنین میفرماید من عبادت کردنم فقط به خاطر این هست، بل وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، دیدم تو شایسته ای هست، شایسته عبادتی، شایسته کرنشی، تواضعی، همه چی برای توست، لذا در مقابل تو باید سر به سجده بگذارم. یک، به خاطر خدا. دو، بعضی ها عبادت میکنن. چرا عبادت میکنی؟ طمعا للجنه، میخوام برم بهشت. خوفا من النار، میخوام عذاب آتش قیامت شامل حال من نشه. پس دومین دلیل بحث معاد. سومین دلیل، چرا این کار رو انجام دادی؟ جناب آقای تختی رحمت الله علیه، چرا در فلان زلزله، چرا در فلان کار خیر دست دراز کردی در مقابل دیگران، آمدی با اون عظمت، با اون عزتی که داشتی کیسه دست گرفتی در خونه مردم پول جمع کردی، برای چی این کار رو کردی؟ میگه مولای من امیرالمؤمنین به عشق علی ابن ابی طالب این کار رو کرده. میگه به عشق مولام امام مجتبی، کریم اهل بیت بود، ما هم کریمیم. خیلی ها به واسطه محبت و عشقی که از امیرالمؤمنین اولاد طاهرینش در دل دارند، اهل خیرند، اهل عبادتند. میگه امیرالمؤمنین شبهای ماه رمضان 1000 رکعت نماز میخوند، من به عشق امیرالمؤمنین نمازم اول وقت میخونم. اما ما متاسفانه کمتر اینها رو برای مردم گفتیم، بیشتر اومدیم سراغ فروع دین. ای گفتیم آقا همون اول کار نماز بخون، حجابت رو حفظ کن. خب اگر کسی میخواد حجابش رو حفظ بکنه، اگر خدا رو بشناسه، اگر قیامت رو بشناسه، اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشناسه، یقینا دیگه نیاز به گفتن من و شما نیست. اما کمتر این بحث ها مطرح شده. جلسه ای که درش قرار داریم و جلسات شبیه به این جلسات میطلبه در خصوص مرگ و معاد ما صحبت بکنیم. نزدیک به 2000 آیه در قرآن در این خصوص وارد شده. چقدرم ارزش داره؟ آمدن پیش پیغمبر سوال کردند، یا رسول الله ایحشر مع الشهداء احدون، آیا انسان میشه روز قیامت شهید نشده باشه اما با همرزمان، با دوستان، با رفقای شهیدش محشور بشه؟ امکانش هست؟ آخه میدونید روز قیامت همه قبطه میخورن به جایگاه شهدا، همه و همه شهدا قبطه میخورن به جایگاه قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. امیرالمؤمنین با وجود همه خوبی هایی که انجام داده، همیشه چشم انتظار اینه ببینه کی شهادتش میرسه. آخه میدونید میگن فوق کل ذی برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالاتر از هر خوبی یه خوبی دیگه متصور هست، قابل تصوره. اما وقتی زمانی رسید به این که فرد در راه خدا شهید بشه، دیگه بالاتر از شهادت هیچ جایگاهی نیست، هیچ رتبه و مقامی بالاتر از شهادت نیست. لذا امیرالمومنین سحر 19 ماه مبارک رمضان سال 41 هجری فرقش که شکافت، فهمید مشرف به شهادت شده،
اونجا دیگه گفت فزت و رب بلکم، دیگه من سعادتمند شدم، دیگه خیالم راحت شد. بابا تو در خیبر کندی، در خندق یل عرب رو به زمین زدی، در احد جان پیغمبر رو نجات دادی، این همه بوستان، این همه باغستان، نخلستان، این همه چاه، کمک به ایتام، یتیم نوازی کردی، میگه همه اینها بماند شهادت. یادشون به خیر همه شهدا، شهدای ورزشکار ما. اومده پیش پیغمبر میگه میشه به کسی شهید نشده باشه اما با شهدا محشور بشه روز قیامت، تو همون صف قرار بگیره؟ فرمودن نعم، امکانش هست. من اکثر من ذکر الموت، کسی که زیاد به یاد مرگ باشه با شهدا محشور میشه. جناب آقای طالقانی فرمودند ما برای چی تو این جلسات آمدیم؟ بله ما آمدیم به خانواده های معزا، خانواده کهندل، سایر عزیزان تسلیت بگیم، بگیم شما پدر از دست دادید، ما یک نخبه ورزشیمون رو، یک استاد با اخلاق رو از دست دادیم، یک مایه افتخار رو از دست دادیم، ما رو در غم و غصه خودتون شریک بدونید. این هدف اولیه است. اما فلسفه اصلی یه چیه دیگه است. این ساعتی که گذاشتیم، وقتمون، عمرمون رو گذاشتیم اینجا، مواظب باشیم کلاه سرمون نره، به بهترین و بالاترین قیمت وقتمون رو بفروشیم. برای چی اومدیم تو این جلسه؟ اومدیم تلنگر به خودمون بزنیم. فلانی این جلسه رو برای تو هم خواهند گذاشت، تو هم یک روزی از دنیا خواهی رفت، چقدر آماده رفتنی؟ آیا کار نیک، نام نیک، اخلاق نیکوی از خودت باقی گذاشتی که بعد از خودت بنشینند به یاد تو صحبت بکنند، از خوبیهات بگند، از خدمات تعریف بکنند؟ آیا کاری کردی؟ آیا چیزی داری اون طرف ارائه بدی، بگی خدایا من این کارها رو انجام دادم و به من 80 سال 70 سال کمتر بیشتر عمر دادی، من این کارها رو انجام دادم؟ چقدر آماده رفتنیم؟ سوال کردند از مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف، صاحب فتوای تنباکو در عصر ناصرالدین شاه، اسد محمد حسین شیرازی، مرجع تقلید. سوال کردند آقا پدر بزرگ اسد رضی شیرازی مسجد شفا، سوال کردند، گفتن آقا اگر به شما خبر بدن امروز روز آخر عمرته، 31 اردیبهشت سال 98 ساعت 3:30 تقریبا، بگن تا 12 امشب بیشتر زنده نیستی، یقینم داشته باشی خبرش خبر موثقیه، تو این ساعت‌های باقی مونده می‌خوای چیکار بکنی؟ از ایشون سوال کردن. این سوال رو من و شما از خودمون بپرسیم، با کی تسویه حساب می‌خوایم بکنیم، از کی حلالیت بطلبیم، کدوم کار نیمه تماممون رو تمام بکنیم، تو این ساعت‌های باقی مونده آقا می‌خوای چیکار بکنی؟ از ایشون سوال کردند. جوابش خیلی زیبا بود. فهمید همون کاری که از جوانی تا به امروز انجام دادم. این مسئله ای نیست که تازه من برام بیان شده باشه، تازه شنیده باشم، خبرش رو جدید بخوان بهم بدن. نه. روزی بر من نگذشته مگر اینکه به خودم یادآوری کردم فلانی شاید امروز آخرین روز عمرت باشه. کارمندای بانکو دیدید؟ صبح میاد این باجه رو تحویل میگیره، بعد از ظهر ساعت 2 ساعت 4 میخواد تحویل بده، تمام حساب کتاباشو جمع میکنه، دریافتی پرداختی همه اینا رو مشخص میکنه تحویل میده. فردا گفتن آقا برو یه جای دیگه، یه پست بالاتر، یه شعبه دیگه، بسم الله بریم، این خیالش نیست. لذا امام کاظم علیه السلام این جمله معروف از ایشون هست، فرمودند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه دیگران بخوان به حساب کتاب شما رسیدگی کنن، خودتون رسیدگی بکنید. و آخرین جمله من کلامی از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الگوی همه ورزشکارا، همه قهرمانا و پهلوانهای این مملکت. آقا در دوران حکومتشون در شهر کوفه نقل میکنن هر شب بعد از نماز مغرب و عشا رو به جمعیت این جمله رو تکرار میکردن، جمله برای هر شبه. جملهشون چی بود؟ جمله حضرت این بود، میفرمودند که تجهزوا رحمکم الله، مردم خودتون رو آماده بکنید،
تجهز و تجهیز مجهز شدن یعنی آماده شدن. تجهز و رحمکم الله، مردم خودتون رو آماده بکنید. فقد نودی فیکم بالرحیل، صدای کوچ کردن، صدای رفتن بلند شده ها. میگن قدیم الایام که افراد تحت پوشش کاروان ها مسافرت میکردن، تنهایی که نمیتونستن برن، وسیله ای نداشتند، شب هنگام در کاروانسراها اتراق میکردند، علت طلوع دوباره حرکت، مبادا کسی خواب مونده باشه، یه نفر یه شیپور داشت در این میدمید که همه بیدار بشند. اسم این صدا چیه؟ رحیل، یعنی صدای کوچ کردن. امیرالمؤمنین میفرماید فقط نودی فیکم بالرحیل، این صدای کوچ کردن بلند شده ها. شاید بعضیا بگن ما که نشنیدیم. قطعا شنیدید، حواستون نبوده. از این اعلامیه ها کم رو در و دیوار شهرمون نمیبینیم ها. اینا همون رحیله. ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مرد. عجب، فلانی هم از دنیا رفت، جوان که بود، دیشب با هم دیگه بودیم، تازه دیده بودمش، معلوم نمی کنه که. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق آمادگی جهت سفر قبر و قیامت عنایت بگرداند. من جا داره از طرف خانواده کهندل، سایر وابستگان تقدیر و تشکر بکنم از همه عزیزانی که در این جلسه، در جلسه خاکسپاری شرکت کردن، از عزیزانمون در فدراسیون کشتی، مدیریت محترم بازار بزرگ ایران، ایران مال، کمیته ملی المپیک، کلیه قهرمانان و مربیان کشتی آزاد و فرنگی، کشتیگیران باشگاه استقلال جنوب، تیم کشتی بیمه رازی، ریاست و معاونین بانک ملی و کارکنان، جانشین پدافند هوایی سپاه، کسبه محترم خیابان جمهوری، شرکت دخانیات، فروشندگان سنگ شهرک صنعتی شمس‌آباد، ریاست محترم تربیت بدنی تهران و فدراسیون جودو. انشالله که صاحبان عزا در شادی های شما جبران مسائی بکنن. خدای پروردگار ما را ببخش و بیامرز، علم عفوت بر جرایم اعمال ما بکش، ما را آماده جهت سفر قبر و قیامت قرار بده، شب اول قبر شب راحتی ما قرار بده. امیر المؤمنین اولاد طاهرینش به فریاد ما برسان، مریضا، منظورین، ملتمسین دعا، از سائل لباس عافیت بپوشان. ثواب و بهره از این مجلس، از جلسات مشابه اون، به روح امام، گذشتگان، اموات، اموات این دست جمع، خصوصا مرحوم مغفور استاد حشمت الله کهندل عائد و واصل بفرما. قلب نازنین امام عصر از همه ما راضی و خوشنود بدار، در فرجش تعجیل بگردان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمة الزهراء رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا قريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، وبالفاتحة مع الصلوات.